اینهایی که رفتن با صدام حسین جنگیدن، حتی صدام حسین رو اعدام کردن، کسی که به ایران تجاوز کرده بود، اینها فرزندان و سربازان رضا شاه، محمد رضا شاه بودند، این دو پادشاه بزرگ و دلیر. بعد استعمار از همونجا تصمیمش این بود که برنامه الان پیاده کنه موندیالیزاسیون رو، یعنی جهانی رو. ایران، ایران مردمش در اون جنگ مقاومت کردن و شکست خورد این توته. بعد از اون طرف رئیس جمهوری کشور اسلامی اومدن، این مسلمانان همون موقع سرکوب کردن و اینها، این 30-40 سال به تاخیر افتاد. ولی تو این تاخیر مملکت ما نابود شد. چرا؟ چون یک مشت ابله فاطمه محمدی میتی رضایی، اینه که یه حرف میزنه، یا فاطمه زهرا یا بابا حسین. شما امروز ببینید، بهتون نشون میدم که ببینید، عربستان سعودی که مرکز اسلامه، عربستان سعودی که پاسدار حریم اسلام هست، اماکن متبرکشون، مقدسشون را آقا شلوغ کرده. این محمد بن سلمان ببینید، بجو ببینید، هیچی رو قبول نداره. وقت شما اومدین تو مملکت، هنوز که هنوز فاطمه و محمد و مهدی و یا زهره و یا فلان، و مملکت به تباهی. اونا که ایران رو نجات دادن فرزندان شاه بودن. این آقای محمد بن سلمان، من قبلا بهتون گفتم، جوان بود، 14-15 سالش بود، شانزلیزه پاریس می اومد دفتر پیش من. منم نمیدونستم که 16 است. اون موقع که 16 هم حالا اصلا چیزی نبود، اگه هم بود من میگم یه بچه کویتیه، چون میاد یک سری کارهای ما میدونید که با این تکنولوژی قدیم کار میکردیم تو شانزلیزه. حالا بس بگذاریم، من یه بچه قبراق خوبیه و اینا، بعد برم که عادت دارم بچه‌ای که از ایران اومدن، از آدم مهم می اومدین شما پایش تو دفتر من، شاهد بودید، با شما بودم، در خدمتتون بودم، با هم صحبت میکردیم، هرگز هم هیچی پنهان نکردم. یادتون نره راستین، یا تو پرانتز یه چیز بگم، مدت هاست مثل این که شایعه کردن ما دفتر شانزلیزمون رو بستیم. نه نبستیمش، بازه، ولی با راندوو آدم رو من میبینم، دوستان رو میبینم، و کسی کار داره کسی کار نداره. ما وقتیمون علکی، وقتی شما هم علکی علر نمیگویم که اونجا بشینیم قصه بخوام گوش کنن دوستان، بیان قصه هاشون رو تعریف کنن. شانزلیزه بازه ولی با راندوو، تلفن باید بکنید. این خوب شد یاد اومد تو پرانتز بهتون بگم. خب اون موقع ها ولی در باز همه جا می اومدن و می نشستن، و دو سه تا محل بود در همونجا شانزلیزه، و گپ و گفتگو. این بچه رو ازش خوشم اومد، دیدم بچه قبراق اینا، گفتم دو ریجت ایرونی ها، کویت می دونی ایرونی ها اینا. من فکر کردم که کویتی، گفتم کویت، نگفتم عربستان سعودی، چون والا حجش اینا. وقتی من با گرم صحبت کردم رو اسلام، من گفتم تو جوونی بدون اسلام چرت پرت، تو تمدن داری، کویت فلان، کویت هست، کت هست، تپه کوچک فلان. صحبت خیلی باید، هر روز می اومد پیش من، چندین بار اومد پیش من و صحبت می کردم. می گفت من خوشم میاد با تو حرف می زنم، و می گفت من نمازین هم نمی خونم، فکر نکن من خر مقدسم اینا، ولی نمازین هم می خونم، الان بابا من مریضه، من اینجا اومده بود، ولی حالا مریض شادم نبود، می گفت مریضه اینا. و بعد روزی که میخواست بره، اومد با من خداحافظی کرد. عقد خداحافظی به من گفت که برای تو خیلی چیزها یافتم، آموختم. سپاسگزار مهر همه عزیزانم هستم در سر تا سر جهان، این مهرورزی رو بسیار باش اوستا داشتید و دارید. من ازتون سپاسگزارم. میخوام میگم این اگه افتخاری هست، مال توئه، مال ایرانه، مال فرهنگ و تمدن توئه، مال من نیست، مال توئه. گفت آره من خیلی چیز یاد گرفتم، ولی حالا چون دارم میام بهت بگم، من ایرانی ام یه جورایی، ولی عربستان سعودی زندگی میکنم. گفتم اه، قبار من یه جوره ایرانی هم، خداحافظی کرد و رفت. بعدن من دیدم که وقتی که از همون روزای اولی که ولی عهدی شد و اینها، و یاد اون روزا افتادم، دیدم اه راست میگی، اون بوده، این اون بوده. و حالا ایرانی بودنش یعنی چی؟ مادرش فهده، خانم فهده، مادرش از قبیله عجمی است. این قبیله عجمان، عجمان، عجمی در عربستان سعودی که از قبایل بزرگ قدرته، که از همون قدیم ازدواج با این خانواده صورت گرفته توسط همین ملوکشون، و این خانواده الان خیلی خانواده قدرتمندیه. این قبیله خانم فهده که با شوهرش که الان شاه شده میبینید، با سلمان، آقای سلمان، ملک سلمان، این خانم فهده ایرانیه، مال همین قبیله عجمانه. قبیله عجمان، عجمان یا قبیله عجمی یعنی ایرانی، اینها مهاجرانی هستن از همدان، شهر همدان.
در از شهر همدان این قبیله مهاجرت میکنه به اونجا، در خلیج فارس بوده و و و و خودش از اونجاست. توی ایران داره یک عرب تازی حکومت میکنه، یعنی مجتبی پدر بزرگش جواد حسینی خامنه‌ای متولد نجفه، این هم شناسنامش تو شانسه باباش نوشته متولد نجفه. یک عرب داره بر ما حکومت میکنه، یک ایرانی داره بر عربستان سعودی حکومت میکنه. برای همینه که از وقتی که این جوان اومده چه تحولاتی وجود آورده. مجتبی تو برادرت گفته بود، یکی از برادرات گفته بود که چه تلفن دستی تو وقتی داری درس میدی نمیدونم جایی هستی بلد نیستی صدای زنگاشو ببندی، تا این حد تکنولوژی نمیشناسی. این بچه که شما مدعی هستید که سیدید مال عربا هستید و فاطمه و میتی و سکینه و محمد و رقیه و این مزخرفات رو آوردید مملکت ما رو به نابودی و فساد کشوندید در این تکنولوژی. ببینید آقای محمد بن سلمان اقتدار خودش نشون میده که تمام کشور عربی زیر پوششش هست. گوش کنید، هناك مشاريع مميزه في الشرق الاوسط. لو ننظر للشرق الاوسط بعد تاسيس الامم المتحده كان وضعها دائما صعب، وكانت الدول التي تعمل بشكل جيد تعتمد على موارد طبيعيه اهمها النفط خصوصا في دول الخليج. لكن اتى رجل في التسعينات و أرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط ونستطيع أن نقدم أكثر، الشيخ محمد بن راشد. قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الأوسط يقتنع أننا نستطيع أن نقدم ليس كدبي فقط بل أكثر من ذلك كثير. رفع السقف، نريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية، ونريد أن الجميع يتنافس على رفع السقف، ونستطيع أن نرى بعد ذلك أبوظبي تحركت بشكل قوي جدا وبإنجازات متتالية وسريعة، وكل دولة الأمارات، البحرين أيضا منذ تولي سمو ولي العهد في 99 المهام التي تولاها إلى اليوم حقق إنجازات ضخمة وعظيمة جدا في البحرين، هذا لا شيء عن ما سوف يحدث في الخمس سنوات القادمة في البحرين. الكويت اليوم لديها رؤية 2035 ولديها شعب رائع ولديها موارد مالية ضخمة جدا، بكل سهولة سوف تستطيع أن تحقق إنجازات ضخمة. اليوم في مصر العام الماضي تحقق نمو في اقتصادها 5% تقريبا أو أكثر. أنا كنت صدقة في مصر، زيادة دولة الرئيس في لبنان لاستعادة لبنان لصدارتها والانطلاق من هذاك المحل، وأنا أجزم بأنه جهود إخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس والقادة اللبنانيين. لبنان میگه، مصر رو حتی میگه، میگه ما اونجا چی کردیم. حالا از همه مهمتر این تکنولوژی انتلیجنس آرتیفیشیل، یعنی ذکاوت مصنوعی، تیزهوشی مصنوعی که همین هایی هست که میبینید تو دنیا الان هست، این رو ایشون اونجا داره آبادش میکنه تو مملکت خودش. کار بسیار بزرگی کرد بعد از اینکه گفته زنا رانندگی بکنن فلان بکنن کابارا و باشه و قاسی بکنین علواتی بکنین هر کار میخواییم بکنین و و و و الاخر همه آخوندارم گرفته ترتیبشون رو داده، همه اونایی که این مراجع تقلید حوزه های علمیه که دارن بر ایران حکومت میکنن که باید این را رو سر نبین شما خراب کنید مردم، همه یه حوزه مزار بسته، پولدار مدارم گرفت پولاشو نگرفت، عموش و عمش و خالش هم براش فرق نمی کرد، قدرت خودش رو محکم کرده. حالا اومده به اولین زن قبو، من گفتم خامنه‌ای رو میگردونن با همین چیپس میساز، ببینین این زن مادام سوفیا وقتی حرف میزنه چشاش دستش حرکاتش مثل انسانه. این زن شده ملیت سعودی رو بهش داده شده سعودی. لتكون بذلك اول روبوت يحصل على جنسيه وجواز سفر. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. عام 1920 وقد اشتق الكلمة من الكلمة الشيكية روبوتا وتعني العبد أو عامل. و بعد داره یه شهر میسازه نئوم